به نام خدا. همکاران محترم با سلام، من ریاهی هستم، متخصص قلب و عروق و از مجموعه تفسیر ساده الکتروکاردیوگرام تفسیر و توضیحات نوار قلب شماره 97 رو خدمتتون تقدیم میکنم. نوار قلبی که به اشتراک گذاشته شده بود این ECG بود که مربوط به خانم جوانی بود که با شکایت از تپش قلب مراجعه کرده بودن. خب به روال گذشته، قبل از اینکه نوار قلب رو به صورت کلاسیک تفسیر کنیم، خوبه یک نگاه اجمالی به اون داشته باشیم و ببینیم احیانا در نگاه اول چه پاتولوژی مهمی به چشممون میخوره. خب طبیعتاً در این نوار قلب اولین چیزی که به چشم میاد QRS های وایدی هست که در ECG وجود داره. نکته دومی که ممکنه در همون نگاه اول توجهمون رو جلب بکنه این که ممکنه به نظر بیاد که در این نوار قلب پی نمیبینیم، اما اگه کمی بیشتر دقت کنیم نوار قلب پی واضح داره، به خصوص حالا در لید 2 همینجور 3 AVF پی خیلی واضح دیده میشه. ولی خب نکته‌ای که وجود داره اینه که پی خیلی به QRS نزدیک شده و این ممکنه باعث شه که ما فکر کنیم که پی وجود نداره. و اگه ما تجربه بیشتری در تفسیر نوار قلب داشته باشیم، پاتولوژی دیگه که در همون نگاه اول در این نوار قلب خیلی به صورت تیپیک وجود داره و به چشم میخوره، بخش اول QRS به خصوص در لیدهای V5 و V6 هست که میبینیم سلرینگ وجود داره، به این معنی که قسمت اول QRS خیلی آرام اتفاق افتاده و اصلا این واید بودن QRS هم به خاطر قسمت اولش هست، وگرنه بعد از اون QRS واید نیست و خیلی با سرعت اتفاق افتاده و نرو هست که به این دلتا ویف میگن. و خب میدونیم که مجموع این سه یافته مهم کنار هم، یعنی PR کوتاه، QRS های واید و دلتا ویف، یافته های تیپیک در نوار قلب WPW ولف پارکینسون واید یا همون پرکسایتیشن هستن که حالا در ادامه بعد از تفسیر نوار قلب به صورت کلاسیک به صورت کوتاه این پاتولوژی مهم رو با هم مرور میکنیم. خب نوار قلب رو به روال معمول اگه بخوایم به صورت کلاسیک تفسیر کنیم، ابتدا باید با ریتم شروع کنیم. گفتیم که نوار قلب پی واضح داره، در 1 و 2 مثبت هست، در AVR مثل بعضی لیدهای دیگه خیلی سخت پی داره دیده میشه، اما اگه نگاه کنیم همونجور که مارک شده پی منفی هست، برای همین ما پی هایی داریم که از گره سینوسی منشأ گرفتن، پس ما یک ریتم سینوسی داریم. همجور که میبینیم این پی ها قبل از همه QRS ها به صورت یک شکل تکرار شدن. در ادامه ریت رو اگه بخوایم بررسی کنیم، فاصله بین دو QRS همجور که میبینیم کمی کمتر از 4 خونه بزرگ هست، یعنی یه ریت حدود 80 بیت در دقیقه. برای تعیین اکسیس خب میبینیم که QRS هم در لید 1 و هم در لید 2 مثبت هست، یعنی ما اکسیس دیویشنی نداریم. در ادامه باید اینتروال ها رو بررسی کنیم. ابتدا با PR شروع میکنیم. اگه مثلا به لید AVF نگاه کنیم که P در اون واضح تر هست، میبینیم که از ابتدای P تا ابتدای QRS فقط حدود 2 خونه کوچیک هست، یعنی 80 میلی سکند که کمتر از 3 خونه یا 120 میلی سکند هست، و به این دلیل میتونیم بگیم که ما یک شورت پی آر داریم، چون پی آر باید بین 120 تا 200 میلی سکند باشه. خب QRS هامون واضحاً بیشتر از 3 خونه کوچیک هست، یعنی بیشتر از 120 میلی سکند، پس ما یک QRS واید داریم. و QT هم در یه نگاه سرانگشتی نرمال هست، چون از ابتدای Q تا پایان T کمتر از 1/2 RR هست. اما در ادامه و نهایتاً ویو فرم دیسکریپشن رو اگه انجام بدیم، خب شکل پی نرماله، امپلیتیودش بیشتر از 2.5 میلیمتر نیست، بیشتر از 3 میلیمتر هم واید نیست. QRS رو درباره واید بودنش صحبت کردیم که خب واضحاً QRS های واید داریم، اما همونجوری که در ابتدای تفسیر نوار قلب هم صحبت شد، اگه مثلا به لید V5 نگاه کنیم میبینیم که علت واید بودن این QRS ها بخش اول QRS هست که به صورت سلو و سلرد اتفاق افتاده و بعد از اون QRS خیلی با سرعت اتفاق افتاده و عملا نرو هست، که به این قسمت اول یعنی به این
سلرینگ و سلو بودن قسمت اول QRS دلتا ویف گفته میشه. و نهایتا قطعه ST و موج T رو هم اگه بررسی کنیم میبینیم که STT چنج های دیفیوز داریم، اما مثل موردی که در باندل برانچ بلاک داریم این تغییرات کاملا برخلاف قطعه اصلی QRS هستن، یعنی در لیت هایی که ما QRS مون پازیتیف هست مثل لیت های 1 AVL همینجور V5 و V6 ما ST دپرشن و T اینورژن داریم، و در لیت هایی که QRS ما عمدتا منفی هست یعنی ما S های پرامیننت داریم مثل V1 V2 ST elevation و T upright داریم. خب میدونیم که این یافته ها کاملا تیپیکال برای یک WPW کلاسیک هستن. یک بار دیگه اگه بخوایم مرور کنیم، یعنی PR کوتاه کمتر از 120 میلی سکند، همینجور QRS واید بیشتر از 110 میلی سکند و دلتا ویف که صحبت شد سلرینگ و سلو رایزینگ قسمت اول QRS هست، و نهایتا هم تغییرات STT که در خلاف جهت میجر کامپوننت QRS هست، و اینها در کنار هم یافته های کلاسیک ولف پارکینسون واید هست که اگه همراه با تاکیاریتمی باشه به اون ولف پارکینسون واید سیندروم گفته میشه، در غیر این صورت فقط یک ECG WPW هست که برای بار اول در سال 1930 توسط سه کاردیولوژیست این پاتولوژی در ECG و این سندروم توضیح داده شد که نامشون در کنار هم نام این پاتولوژی و سندروم رو تشکیل داد، یعنی ولف پارکینسون واید. خب اما پاتوفیزیولوژی پری اکسایتیشن رو هم با هم یه مرور کوتاه بکنیم. میدونیم که به صورت طبیعی کانداکشن در قلب اینجوری هست که ایمپالس ها در گره SA تولید میشن، بعد در دو دهلیز منتشر میشن، ابتدا دهلیز راست و بعد دهلیز چپ تا به گره AV نود برسن. ما توقف کوتاهی در گره AV نود خواهیم داشت و این باعث ایجاد فاصله PR میشن، و نهایتاً ایمپالس وارد هیس باندل برانچ ها و نهایتاً پورکینج فایبر ها میشه، و به دنبال اون دو بطر با هم به صورت سایمولتنیس دپولاریزه میشه. اما اتفاقی که در WPW یا پری اکسایتیشن میفته این هست که ما یک راه فرعی یا اکسسوری پتوی هم بین دهلیزها و بطنها داریم که میتونه این پالس رو از دهلیز به سمت بطن بدون دیلی منتقل کنه. به همین دلیل وقتی این پالسی در گره SA تولید میشه و دهلیزها رو دپولاریزه میکنه، همزمان هم وارد گره AV میشه و هم وارد اکسسوری پتوی میشه. خب در گره AV همجور که میدونیم و صحبت شد ما یک دیلی داریم که این دیلی رو دیگه در اکسسوری پتوی نداریم و این پالس بلا فاصله وارد بطن میشه، برای همین PR ما دیگه خیلی خیلی کوتاه میشه. اما نکته ای که هست این که وقتی وارد بطن میشه دپولاریزیشن بطن ها از طریق سیستم هدایتی نیست و این اتفاق ماسل تو ماسل اتفاق میفته، و وقتی دپولاریزیشن ماسل تو ماسل هست خیلی دپولاریزیشن آرامی هست. این ماسل تو ماسل دپولاریزیشن باعث موج دلتا میشه، پس موج دلتا ناشی از دپولاریزیشن عضلات بطن هست اما بدون استفاده از سیستم هدایتی، برای همین خیلی آرام، و این باعث سلرینگ و سلو بودن بخش اول QRS میشه. در همین فاصله عملاً این پالس از گره AV رد شده و وارد سیستم هدایتی شده و ناگهان دو بطن از طریق سیستم هدایتی با هم دپولاریزه میشن که این میشه ادامه QRS، یعنی بعد از دلتا ویف دو بطن با سرعت زیاد و از طریق سیستم هدایتی دپولاریزه میشن، برای همین ادامهش دیگه یک QRS نرمال با کاندکشن نرمال هست. این موضوع رو در این تصویر up to date هم خیلی خوب و واضح میتونیم ببینیم. این پالس در گره SA تولید میشه، وارد دو دهلیز میشه تا به گره AV برسه، همزمان وارد اکسسوری پتوی هم شده و چون دیلی نداریم
وارد بطن میشه و بخشی از بطن رو به صورت ماسل تو ماسل دپولاریزه میکنه که این اتفاق آرام هست و در اون قسمتی که الان در این تصویر شماتی با آبی نشون داده شده اتفاق میفته که این بخش اول QRS رو در WPW میسازه که یک بخش سلرت و سلو هست که به اون دلتا ویف گفته میشه و الان میبینیم که به صورت متناظر در QRS هم با رنگ آبی نشون داده شده و در این فاصله عملا دیگه ایمپالس از گره AV هم رد شده و وارد سیستم هدایتی طبیعی شده و باعث میشه که کل هر دو بطن با هم دپولاریزه بشه که با رنگ زرد نشون داده شده و ادامه QRS رو که حالا در QRS هم در این شکل با رنگ زرد میبینیم تشکیل میده که دیگه حالا یک QRS نرمال با دیوریشن نرمال در ادامه خواهد بود. اما اهمیت WPW اکسسوری پتوی و پری اکسایتیشن این هست که میتونه با دو مکانیزم باعث تاکیاریتمی بشه. مکانیزم اول که مکانیزم مهمتر هست اترال فیبریلیشن یا فلاتر همراه با پری اکسایتیشن هست، به این معنی که مثلا در بیمار AF که دهلیزها با سرعت 300 تا 600 بار در دقیقه دارن دپولاریزه میشن و خب عملا ما فقط یک لرزش یا فیبریلیشن داریم، به صورت طبیعی گره AV نود تعداد زیادی از اینها رو نمیتونه از خودش عبور بده به جهت دیلی که داره. برای همین خب میدونیم که عملا پاسخ بطنی در بیمار اترال فیبریلیشن اگه یک AV نود نرمال داشته باشه و دارویی را مصرف نکنه حدود مثلا 140-150 نهایتا تا 180-190 هست و دیگه بیشتر از این نمیتونه بشه. اما اکسسوری پتوی این امکان رو داره که تعداد بیشتری از این ایمپالس ها رو از خودش عبور بده و وارد بطن میکنه. برای همین بیماری که همزمان با AF اکسسوری پتوی هم داره و این اکسسوری پتوی این ویژگی رو داره که بتونه تعداد زیادی از این ایمپالس ها رو از دهلیز رد بکنه و وارد بطن بکنه، میتونه یک سرعت خیلی زیاد در بطن ایجاد بکنه تا حدود 300 بیت در دقیقه که خب تپش قلب خیلی شدید ایجاد میکنه. و نکته مهمی که اینجا وجود داره این که این پاسخ بطنی خیلی خیلی سریع میتونه تبدیل به VTAC و VF و نهایتا باعث سادن دث بشه. و خب درمان این بیماران اگر با هموداینامیک آن استیبل باشه مثل هر تاکیاریتمی شوک هست و اگه هموداینامیک استیبل باشه خیلی خیلی مهم هست که از داروی استفاده بشه که هدفش اکسسوری پتوی باشه و نه AV نود که خب دارویی که بیشتر از همه در دسترس هست پروکاینامید هست. و البته درمان قطعی لانگ ترم هم ابلیشن اکسسوری پتوی هست. و مکانیسم دومی هم که برای تاکیاریتمی در بیماران اکسسوری پتوی وجود داره اتروونتریکولار رینترنت تاکیکاردیا هست یا همون AVRT که به این معنی هست که یک حلقه تشکیل میشه در قلب که یک بازوش اکسسوری پتوی هست و بازوی دیگه AV نود و ایمپالس در چرخش این حلقه میتونه با سرعت خیلی زیاد اتفاق بیفته و باعث دپولاریزیشن سریع بطنها بشه که خب میدونیم خودش دو نوع هست، یکی نوع ارتودرومیک هست به این معنی که بازوی نزولی گره AV نود باشه و بازوی صعودی اکسسوری پتوی که ما در این شرایط یک تاکیاریتمی نرو کامپلکس خواهیم داشت که خیلی شبیه AVNRT خواهد بود. و نوع دیگه هم آنتیدرومیک خواهد بود که برعکس حالت ارتودرومی بازوی نزولی اکسسوری پتوی خواهد بود و بازوی صعودی AV نود. و چون این پالس ها از بالا به پایین از طریق اکسسوری پتوی اتفاق میفته عملاً QRS های ما مثل QRS های نوار قلب WPW QRS های وایت خواهند بود، برای همین تاکیاریتمی ما همراه با وایت QRS خواهد بود و در تشخیص افتراقی با VTAC قرار خواهد گرفت. اما عملاً هر دو تاکیاریتمی در فاز هات به جهت درمان دارویی اگه هموداینامیک آنستیبل نباشه متمرکز هست بر داروهایی که روی AV نود اثر میذارن و البته درمان قطعی لانگ ترم هم
ابلیشن اکسسوری پتوی خواهد بود که حالا درباره این تاکیاریتمی های مختلف بیماران با اکسسوری پتوی در نوار قلب های مختص خودشون با جزئیات بیشتر صحبت خواهد شد. همکاران محترم، امیدوارم که توضیحات این نوار قلب برای پرکتیستون مفید بوده باشه. از توجهتون سپاسگزارم. خدا نگهدار.